رو بگیرم. میتونیم بریم با سرعت سراغ متنمون. ما رسیده بودیم به جایی که کشته شدن دارا به دست سرهنگان خیش. عزیزان صدای من دارن؟ بله 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 بله. و رسیده بودیم به اینجا. خب اینجا یکم اختلاف هست بین روایات تاریخی و روایت اسکندرنامه، ولی در مجموع با توجه به کهن بودن متن و کهن بودن حادثه میتونیم بگیم تا حدی در واقع داریم تاریخ رو دنبال میکنیم. حالا بعد من عرض میکنم روایت های تاریخی که بیشتر الان مشهور هست و مورد وثوق هست چی میگن. ما این دو بیتی رو هم خوندیم، این به ساقی‌نامه اول رو که بیا ساقی از من مرا دور کن، جهان از می لعل پر نور کن، می کو مرا ره منزل برد، همه دل برند و غم دل برد. و این اشاره به صحبت هم کردیم راجع بهش، ولی اشاره به همون نگاه ایرانیان هست در مورد متفاوت بودن مقوله می و اینکه فکر میکردن که می داریم تا میخواره در واقع مهم هست و یه می هست که با آدمی آنچنان را آنچنان تر میکنه، یه می هست با آدمی یه کاری میکنه که سرنوشت بدی داره، یه می هست که یه کاری میکنه که سرنوشت نیکی داره. و خلاصه میگه می کو مرا ره به منزل برد، همه دل برند او غم دل برد. و میگه حالا بعد از این رباییش میگه که جهان گرچه آرامگاهی خش است، شتابنده را نعل در آتش است. نعل در آتش داشتن غیر از اشاره به اون مسئله جادو، اشاره به سرعت و بیارامی و بیقراری هم هست. اگر بگن که من بگم که من نعل در آتش دارم، معنیش این یعنی من بیقرارم، میخوام یه کاری بکنم، عجله دارم. یه چنین معنی هم داره. حالا یه معنی جادو و جادوگری هم داره، سحر هم درش هست. و اون این بوده که اصولا میدونن بشر فکر میکرده که با تقلید کردن طبیعت و تقلید کردن جهان میتونه جهان رو مجبور به یه عملی بکنه. انگار مثلا اگر ما ادای بارون در بیاریم، بارون میباره. اگر ادای باد در بیاریم، باد میاد. و نخستین رقص‌های جادوگران و قبایل و اینها هم مبتنی بر همین به اصطلاح تقلید جهان هست، که مثل که مثلا جهان یه کودکیه و ما با ادا درآوردن میتونیم اون کودک رو مجبور بکنیم که اون رفتار رو انجام بده. حالا یکی از اتفاقاتی که در به اصطلاح حرکت سریع مثلا یه سوار هست این که خب نعل اسبش آتشین میشه و اینکه جرقه از زیر نعل اسب بلند میشه، خب یه چیزی هست که خب تو ادبیات حماسی ما هم گفته شده که مثلا آتش از نعلش برخاست. به خاطر همین وقتی که نعل رو در آتش میگذاشتن، انگار داشتن تقلید میکردن طبیعت رو، جهان رو، اجتماع رو، و فکر میکردن که خب یه کسی که قراره بیاد حالا زود میاد. وقتی ما نعل بذاریم تو آتش، انگار دنیا رو جادو کردیم و مسافرمون از راه میرسه. خب بخصوصا این رو تو گرفتاری ها و مکافات ها باید انجام میدادن دیگه. مثلا یه سواری قرار بوده بیاد به کمک و حالا تو راه بوده و دشمن هم داشته حمله میکرده، حالا نعل در آتش بذاریم که اون سوار از راه برسه. پس بنابراین یه معنی جادو و سحر هم داره نعل در آتش گذاشتن. ولی اینجا به نظرم همون معنی بیقراریش هست که داره کار میکنه. میگه جهان گرچه آرامگاهی خش است، شتابنده را نعل در آتش است. حالا موقوف المعانیه. دو در دارد این باغ آراسته، در و بند از این هر دو برخواسته. اگر برخواسته رو به معنی منشأ گرفته و تولید شده بگیرید، اون وقت در رو بگیرید به معنی گشایش، بند رو هم بگیرید به معنی بستن. یعنی بگید که گشودن و بستن از این دو در منشأ میگیره، از این دو در ایجاد میشه. انگار این دو در هستن که همین در ورود به دنیا و در خروج از این دنیا، این دو تا در هستن که
تنها درهای موجود هستند و همین که اینجا تو جمله هست، در و بند از این هر دو، هری که ببخشید در این جمله هست، یعنی تنها، در واقع میشه در و بند از این تنها دو در برخواسته است، ایجاد شده است. یعنی هیچ راه دیگری برای ورود به دنیا نیست، هیچ راه دیگری هم برای خروج از دنیا نیست. راه ورود تولد، راه خروج هم مرگ، هیچ چیز دیگه هم این وسط نیست. این معنی که عموما فهمیدن و از این بیت میکنن این معنی رو. منتها من دوست دارم به خاطر کرمونی بودنم در و بند رو یه جور دیگه این معنی. ما کرمونی ها وقتی میخوایم بگیم مثلا این خونه امنیت نداره، میگیم این خونه در و بندی نداره، یعنی قفل نداره. در و بند مجموعاً توی فرهنگ کرمونی یعنی قفل. مثلا میگن تو که خونت در و بندی هم نداره، چه ول میکنی میری؟ یعنی برو اول یه قفل خوبی بخر بزن در خونت، بعد برو. ها؟ حالا اگر به این معنی بگیرید در و بند رو، به معنی قفل بگیرید، اون وقت برخواسته رو باید یه جور دیگه معنی کنید. بگید دو در دارد این باغ آراسته این جهان، در و بند یعنی قفل، از این هر دو برخواسته، یعنی ویلنگوازه، یعنی دو تا در بی سامان داره، دو تا دروازه شکسته داره، دو تا دروازه بی انتها و ناپیدا کرانه داره، در و بندی نداره، حساب کتابی نداره، یه عده دارن میان یه عده دارن میرن، اصلا معلوم نیست که چی به چیه و کی به کیه. من این معنی رو بیشتر دوست دارم که جهان اتفاقا از قضا اینچنینه. یه شاعر سبک هندی هست که جهان رو تشبیه میکنه به کتاب کهنه. کتابای کهنه دیدین که معمولا اولشون و آخرشون چیز میشن دیگه، معدوم میشن، معیوب میشن و اون وسطی کتاب فقط میمونه. میگه اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است و دنیا یه جوریه که انگار اون صفحات اولش موجود نیست، صفحات آخرش هم موجود نیست، ما فقط اون وسطش رو میبینیم. و اینجا هم به نظرم نظامی چنین چیزی داره میگه با این معنی دروبندی که من عرض کردم. نظامی جای دیگه این دنیا رو به ربات، به کاروانسرا تشبیه کرده، میگه رباتی دو در دارد این دیر خاک، دری در گریبه، دری در مغاک. بله بله، اینکه جهان به صورت یه ربات هست، به صورت یه کاروانسرای هست. و خب کاروانسراها هم اینچنین بودن دیگه، کاروان ها از یه در وارد می‌شدن، مثلا از در شرقی، از در غربی خارج، یا از در شمالی میومدن، در جنوبی خارج می‌شدن در مسیر خودشون. و اتفاقا این مناره هایی هم که بعدها گفتن برای مساجد ساخته شده در معماری ایرانی و بعدن معماری اسلامی، میگن از همینجا می اومده که در واقع یک مناره، مناره مثلا شرقی بوده، یه مناره مناره غربی بوده، اون بالا آتش درست میکردن، یعنی ورودی و خروجی های در واقع مسیر رو داشتن روشن میکردن و بعدها این تبدیل شد به یک آیکونی و تبدیل شد به یک در واقع نمادی که تو معماری دیگه جنبه چیز هم داشت، جنبه فقط تزئینی هم داشت یا حتی جنبه آیینی داشت، بالا می رفتن مثلا اذان می گفت. و جهان تشبیه شده فی الواقع به ربات. در آی از در باغ و بنگر تمام، ز دیگر در باغ بیرون خرام. اگر زیرکی با گلی خو مگیر، که باشد به جا ماندنش ناگزیر. به جا ماندن اینجا یعنی ترک کردن، یعنی چیزی را به جا بگذاری، رها کنی، به جای خود رها کنی. من چرا باید به چیزی دل ببندم که قراره که اون رو رها کنم و برم؟ اگر زیرکی با گلی خو مگیر، که باشد به جا ماندنش ناگزیر. در جنگ به سربازها همیشه این توصیه میشه که با کسی خیلی رفیق نشی، اگر میتونی با سربازهای دیگه خیلی رفیق نشی، چون اگه رفیق بشین خب اینا تقسیم میشن، کشته میشن، اسیر میشن، گروهانا عوض میشه و شما خیلی آسیب میبینید. ای اگر تو هر منزلی دل ببندی، یکی از مشخصات
شعر سعدی، یعنی غزل سعدی، نه شعر سعدی، غزل سعدی، خداحافظی های سوزناک، به خاطر که سعدی مسافر بوده و در طول عمرش مسافت های طولانی رو هی طی کرده و توی این مسافرت ها هی رفته و هی خداحافظی کرده و این تجربه خداحافظی چیزی بوده که خیلی سعدی رو آزار میداده. ای کاروان آهستران کارام جانم میراد، این خداحافظی کردن های سوزناک رو شما خیلی تو شعر سعدی میبینید. سرو سیمینا به صحرا میروی، نیک بد عهدی که بی ما میروی. یا مثلا میگه که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداعیات. این خداحافظی یکی از عناصر شعر غزل سعدی است که همین تجربه است، همین تجربه دو در بودن و قانونی قانون بودن فراق و قانون بودن جدا. اما میگه در این دم که داری به شادی بسیج، که آینده و رفته هیچ است هیچ. میگه اگه میتونی با گلی خومگی، ولی لحظه رو دریاب. در این دم که داری به شادی بسیج، که آینده و رفته هیچ است هیچ. نه ایم آمده از پی دلخوشی یا دلخشی، مگر که از پی رنج و سختی کشی. میگه فقط یادت باشه که ما خیلی برای توی دنیا برای خوشی نیومدیم، ما رو بردن توی دنیا برای بدبختی، برای سختی. ما اینجاییم که رنج بکشیم. هر روز که مخصوصا تو پیری آدم ها خیلی به این نکته میرسن که هر قدمی براشون سختتر میشه، هر عملی، هر تصمیمی دشوارتر میشه. مخصوصا وقتی که آدم به یه ثباتی میرسه و فکر میکنه که خب دیگه اون دوندگی ها رو کرده که حالا به این نتیجهی که قراره که برسه برسه، حالا رسیده و میبینه که در لحظهی که حالا میخواد از زیبایی های دنیا و توانمندی خودش سود ببره، میبینه که ناتوانی. به قول شاعر میگه تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستن نبود. میگه در این دم که داری به شادی بسیج، که آینده و رفته هیچ است هیچ. نه ایم آمده از پی دلخشی، مگر که از پی رنج و سختی کشی. خران را کسی در عروسی نخواند، مگر وقت آن کاو و هیزم نماند. میگه خر رو کی دعوت میکنه به عروسی؟ این دنیا مثل عروسیه و ما مثل خریم. خر رو که کسی به عروسی دعوت نمیکنه که. اگر آب و هیزمی بخوان بکشن، بله، یه خریم هم میبرن تو عروسی. ولی اگر قرار باشه که آب و هیزمی نباشه، که کسی خر رو به عروسی دعوت نمیکنه. همشهری ها، حالا بگیم به اصطلاح دوست آقای چیز نظامی، یعنی جناب خاقانی، یه قطعه معروفی داره، قطعهش میخونم. خیلی هم خوشم نمیاد از این قطعه، ولی چون که خیلی مناسب این بیت هست، این رو براتون میخونم. میگه کوری از کوفه به کوری ز عجم. حوری که اینجا میگه منظورش یه دختر خوشگلیست، یه زیبارویی. حوری از کوفه به کوری ز عجم، دم همی داد و حریفی میجست. یعنی داشت دلبری میکرد که یه کوری رو با خودش ببره. گفتم ای کور دم حور مخر، کو حریف تو به بوی زر توست. هان و هان تازه خری دم نخوری، ورخوری این مثلش گوی نخست. که خری را به عروسی خواندند، خر بخندید و شد از قهقه سست. گفت من رقص ندانم به سزا، مطربی نیست ندانم به درست. بهر حمالی خوانند مرا، کاب نیکو کشم و هیزم چست. و من به اون کوره گفتم که فکر نکن که این دختره خیلی عاشق توه، نه، این دنبال پول توه و خر و عروسی همینجوری نمیبره. حالا اینکه گفتم از قطعه خوشم نمیاد، این بیتش خیلی معروف هست که
که خری را به عروسی خواندند، خر بخندید و شد از قهقه سست. این خودم هم همیشه به عنوان ضرب المثل استفاده میکنم. گفت من رقص ندانم به سزا، مطربی نیز ندانم به درست. ولی ازش خوشم نمیاد به خاطری که هم توهین به کوره هست، حالا چون بحث توهینم پیدا شد اینجا، و هم توهین به اون حور هست، به اون دختره هست. یه نگاه به اصطلاح مبتنی بر دیسکریمینیشنی توی این قطعه هست که به دل من نمیچسبه، من خوشم نمیاد از این نگاه، ولی به هر حال معروفه. این که خر رو به عروسی نمیبرن، خران را کسی در عروسی نخواند، مگر وقت آن کاو و هیزم نماند. گزارنده نظم این داستان سخن راند بر سنت راستان. یعنی نویسنده اسکندرنامه که من حالا دارم این داستان رو به روایت او نقل میکنم، اینجوری گفت که چون آتش روز روشن گذشت، پر از دود شد گنبد تیزگشت. تیزگشت یعنی شتابان و پر از دود شدن یعنی شب شدن. شب از ماه بربست پیرایه ای، شگفتی بود نور در سایه ای. این شگفتی بود اینجا فکر میکنم که نباید معنیش کنیم که چه چیز عجیب است. نه، اینجوری نباید معنیش کنیم، باید معنیش کنیم که خوشگلتره، پر جلوه تره. بگیم شب از ماه بربست پیرایه ای، خورشید رفت، ماه شد اسباب تزیین آسمان. شگفتی بود نور در سایه، نور تو سایه قشنگتره از نور توی آفتاب. خب واقعا هم قشنگتره دیگه. بنابراین ماه اینجا زیبایی خودش رو شروع کرد تو آسمان به نمایش گذاشتن، چون در سایه خورشید قرار داشت و حالا میتونست نور خودش رو عرضه کنه. طلایه ز لشکرگاه هر دو شاه، شده پاس دارنده تا صبحگاه. دو تا لشکر یعنی لشکریان اسکندر و لشکریان دارا، اون نگهبانانشون رو، طلایه هاشون رو، پیش قراونان لشکر رو فرستاده بودن که کشیک بکشن و خود لشکر آرام گرفته بود. یتاقی به آمد شدن چون خراس. خراس این آس، خراس به معنی آسیاب هست، خرش هم به معنی خره، یعنی آسیابی که با خر کار میکنه، خر را میچرخه و آسیاب رو میچرخونه. و حالا نگهبان ها هم در واقع چنین حرکتی دارن دیگه، یه مسیر رو هی میرن و میان و هی میرن و میان و هی میرن و میان و نگهبانی میدن. ببینن میگه یتاقی یعنی نگهبانی، پاسداری. یتاقی به آمد شدن چون خراس، همه شروع کردن به رفتن و آمدن و یتاقداری و پاسبانی. نیاسود در راجه از بانگ پاس. و در راجه یعنی برجه که نگهبانی، و میگه که از سر و صدای این پاسبخشا و پاسدارا و نگهبانها، این دراجه ها، این برج های پاس آسایش نداشته. بسا خفته که از هیبت پیل مست، سراسیمه است هر ساعت از خواب جست. خب این حول و ولای جنگ شب خواب سربازان رو هولناک میکنه. وقتی که جنگ پشت دروازه ها ایستاده، انسان راحت نمیتونه بخوابه. و میگه چقدر سربازها بودن که در خواب صدای فیل‌های جنگی رو میشنیدن و متوحش از خواب میپریدن و دوباره حالا میدیدن نه خبری نیست، میگرفتن میخوابیدن. میگه بسا خفته که از هیبت پیل مست، سراسیمه هر ساعت از خواب جست. غنوده تن مرد از رنج و تاب، نظر هر زمانی در آمد ز خواب. نظر هر زمانی در آمد زخواب یعنی چشما بسته نمی شد، و غنوده هم یعنی آسوده. میگه غنوده تن مرد از رنج و تاب، یعنی تنها به خواب رفته بود واقعا، بدنها خواب بودن، دستا خواب بودن، پا خواب بودن. انسان خسته چنینه، انسان خسته دستش خوابه، پاش خوابه، ولی وقتی که میترسه دلش خواب نیست.
ببینن میگه غنوده تن مرد از رنج و تاب، خستگی غلبه کرده بود. نظر هر زمانی در آمد ز خواب، ولی نگاه بیدار بود، چشم بیدار بود، هوش بیدار بود. نیایش کنان هر دو لشکر به راز، که ای کاش کی بودی امشب دراز. مگر که از درازی نمودی درنگ، درنگی پدید آمدی روز جنگ. میگه میشد، اینا میگفتن میشه این شب دراز باشه که یک وقفه ای اصلا در این جنگ لامصب اتفاق بیفته؟ این شتاب ناکی، این آسیاب وحشتناک جنگ که انسان رو زیر خودش خورد میکنه، میشه با این درازی شب این از حرکت بیسته؟ میبینه میگه نیایش کنان هر دو لشکر به راز، که ای کاشکی بودی امشب دراز. مگر که از درازی نمودی درنگ، درنگی پدید آمدی روز جنگ. سگالش چنان شد دو کوشنده را، یعنی دارا و اسکندر را، که ریزند صفرای جوشنده را. اینها رفتن با هم دیگه صحبت کردن، پیام و پیغام و اینهای با هم داشتن و قرار شد که خشم خودشون رو بخوابونن، که ریزند صفرای جوشنده را. خب این توضیح اینها خیلی هم سودمنده به حال ما نیست، ولی من به خاطری که معنی رو بگم عرض میکنم که قدما فکر میکردن که ما یکی از مثلا اخلاط چهارگانمون صفراست و صفرا رو به اصطلاح اون خلطی میدونستن که در وجود ما ایجاد خشم میکنه و بنابراین که ریزند صفرای جوشنده را، یعنی خشم در حال جوشیدن ما رو فرو بنشانه، در حال جوشیدن خود را فرو بنشانه. چو خورشید روشن برآرد کلاه، چو خورشید روشن برآرد کلاه، پدیدار گردد سپید از سیاه. دو خسرو عنان در عنان آورند، ره دوستی در میان آورند. به آزرم و خوشنودی از یکدیگر، بتابند و زان بر نتابند سر. اشاره داره به این نکته تاریخی که واقعا اسکندر در اون جنگی که در حدود سوریه امروز اتفاق افتاد، اتفاقا توی مواقعی تو موضع ضعف بود و سپاهیان ایران هم اتفاقا خیلی بزرگ بودن، تعدادشون زیاد بود و احتمالا یه پیام صلحی از طرف اسکندر آمده بود به دارا و دارا هم بدش نمیومد که صلح بکنه. حالا ببینیم چی شد. که سوی آشتی کن کس نشد رهنمون، چو دارا در آن داوری رای جست. وقتی از مشاورانش رایزنی خواست، دل رایزن بود در رای سست. مشاوران دارا موافق نبودند، سوی آشتی کس نشد رهنمون. نمودند راهش به شمشیر و خون، که ایرانی از رومی بیشخرد، به قایم کجا ریزد اندر نبرد. میگه که اینا با خودشون گفتن این رومی بیشخرد یعنی تن پرور، که ایرانی جنگجوی قدرتمند کی از رومی تن پروری که جنگ بلد نیست بکنه به قایم میریزه. به قایم ریختن یعنی پات شدن تو شطرنج، یعنی مساوی شدن، یعنی حالتی که شما بازی رو واگذار میکنیم میگه مساوی دیگه، پیش نه واگذار میکنی، یعنی به توافق میرسن دوتا بازیکن که دیگه بازی برد و برنده و بازنده نداره. این یه اصطلاحی تو شطرنج. میگه که کی ما میتونیم با این قدرتمون با کسی که تن پروره احساس مساوی بودن بکنیم. چو فردا فشاریم در جنگ پای، ز رومی نمانیم یک تن به جای. بدین عشوه دادند شهر را شکیب، یکی بر دلیری یکی بر فریب. همان قاصدان نیز کردند جهد، که بر خون او بسته بودند عهد. خب یکی بر دلیری یکی بر فریب، منظورش اینه که گروهی از مشاوران شجاع بودند واقعا و فکر میکردن میبرن جنگ رو و قوی هن، و
ولی گروهی هم شجاعت جنگیدن نداشتن، دروغ میگفتن و اتفاقا باطنن در واقع دست به یکی کرده بودن با اسکندر و میخواستن جنازه دارا رو تحویل بدن. نمیدونم کاوه اون عکسایی که فرستادم براش رو داره که نشون میده که اسکندر بر بستر دارا نشسته و دارا داره جان میده. دو تا تصویر جالب هست در این که یکیش فکر کنم 130 سال 40 سال این حدودا قدمت داره و آن دیگری شاید قدمتش هم حتی بیشتر است، که در واقع آخرش هم در واقع خود سپاهیان ایران بودن، از جمله برادرزاده داریوش سوم که کشت یا زخمی کرد داریوش سوم رو بر سر راه اسکندر گذاشت، که اسکندر وقتی میرسه به اون و او رو مجروح و نزدیک به مرگ ببینه از تعقیب سپاهیان ایران دست برداره و دیگه ادامه نده. یعنی به هر حال یک کسانی بر فریب، نه به خاطر شجاعت، به خاطر فریب بود که این کار بدین اشوه دادند شهر را شکیب، یکی بر دلیری یکی بر فریب، همان قاصدان نیز کردند جهد، یعنی همونایی که تبانی داشتن میکردن، که بر خون او بسته بودند عهد، سکندر ز دیگر طرف چاره ساز، که چون پای دارد در آن ترک تاز، خیال دو سرهنگ را پیش داشت، جز آن خود که سرهنگی خیش داشت. غیر از این که خودش سرهنگ های خودش رو داشت و گروه خودش رو داشت و آدم های مطمئن خودش رو داشت، به اون دوتا سرهنگ ایرانی هم که خیانت داشتن میکردن به داریوش چشم داشت و فکر میکرد که اونها کمکش میکنن. چنین گفت با پهلوانان روم که فردا در این مرکز سخت بوم، بکوشیم کوشیدنی مردوار، رگ جان به کوشش کنیم مستوار، اگر دست بردیم ما راست ملک، وگر ما شدیم آن داراست ملک. وگر ما شدیم یعنی ما مردیم، اگر دست بردیم ما راست ملک، اگر ما برنده شدیم خب قمار رو بردیم، دست رو بردیم، دست بازی رو بردیم. این دست به معنی دست بازی توی شعر فارسی قدمت داره، یعنی الان هم دیدن ما مثلا میگیم دستم خوبه یا مثلا دست حریف بده، این هنوزم به کارش میگه. حافظم داره یه جا میگه که کسی نبود که دستی از این دغا ببرد، فغان که که فلک غایبانه باخت، فغان که یه چیزی یادم نیست، غایبانه باخت فلک، کسی نبود که دستی از این دغا ببرد. دست به معنی دست بازی. حالا بگه اگر دست بردیم ما راست ملک، وگر ما شدیم آن داراست ملک، قیامت که پوشیده ی رای ماست، بود روزی آن روز فردای ماست. بود روزی یعنی اگر روزی ما بشه، یعنی اگر ما قیامت کنیم. ببینید میگه قیامت که پوشیده ی رای ماست، ما که قیامتی نمیدونیم جریانش چیه و چه اتفاقی میفته، قیامت که بر کسی معلوم نیست چی میشه، چی به چیه، ما به اون قیامت کار نداریم، ولی اگر خودمون قیامت کنیم اون موقع فردا از آن ما خواهد بود. ببینید میگه قیامت که پوشیده ی رای ماست، بود روزی آن روز فردای ماست. اگر ما قیامت روزی ما بشه و ما قیامت کنیم اون روز فردای ما خواهد بود. و اندیشه هایی چنین هولناک، دو لشکر غنودند با ترس و باک، چو گیتی در روشنی باز کرد، جهان بازی دیگر آغاز کرد. پس روز شد و دنیا بازی خودش رو از سر گرفت، به آتش بدل گشت مشتی شرار، کلیچه شدن سیم گاورس وار. به آتش بدل گشت مشتی شرار. مشتی شرار یعنی چی؟ یعنی چهار تا ستاره و ماه بی ارزش آسمون، یعنی مثل چهار تا شعله مسخره تو آسمون بودن. همون ماهی که دیدن چرخ گفت قشنگ شده بود که در شب شگفتی روشنایی بیشتره،
میگه حالا خورشید که میخواست در بیا میگه به آتش بدل گشت، مشتی شرار، یه مشت ستاره تبدیل شدن به یه آتش خروشان آذربوشسب. میگه که به آتش بدل گشت مشتی شرار، یعنی خورشید در اومد، کلیچه شد آن سیم گاورس. واو، گاورس یعنی ارزن، یعنی نقره ارزن مانه، نقره های ریز 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 و که تو آسمون بودن، یعنی ستارگان. و کلیچه شدن یعنی کلیچه یعنی قرص، اصلا کلیچه یه معنیش یعنی نون، همون کلوچه‌ای که ما میگیم. و میگه در واقع این دونه های ارزن، این دونه های نقره‌ای آسمون اومدن همه جمع شدن و تبدیل شدن به یک قرصی، به یک کلیچه‌ای، به یک دایره بزرگی از آتش. در آمد به جنبش دو لشکر چو کوه، که از آن جنبش آمد جهان را ستوه. فریدون نسب شاه بهمن نژاد، چو برخاست از اول بامداد، یعنی داریوش، همه ساز لشکر به ترتیب جنگ، براراست از جعبه تیر، از جعبه تیر خدنگ، ز پولاد صد کوه برپای کرد، به پایین او گنج را جای کرد. به پایین او یعنی به پایین آن کوه، یعنی در دامنه آن کوهی از پولاد سلاح‌های خودش رو چید و سپرها و شمشیرها. گنج خیلی جاها یعنی زرادخانه. چو بر میمنه ساز برگشت کار، همان میسره شد چو روی این حصار، جناح از هوا در زمین برد بیخ، یعنی جناحین محکم شدن. پس آهنگ شد چون زمین چار بیخ، آهنگ یعنی ساقه. ببینم لشکر دو تا جناح داره، یه ساقه داره، یه قلب داره، طلایه داره، و اینها خلاصه اون به اصطلاح تقسیمات لشکر هست. میگه پس آهنگ شد، یعنی ساقه شد چون زمین چار میخ، محکم شد، یعنی جناحین محکم شدن، ساقه محکم شد. جهاندار در قبلگه کرد جای، ببخشن قلبگه، جهاندار در قلبگه کرد جای، درفش کیانش بر سر به پای، کاشکی که این بود به سر بر به پای. جهاندار در قلبگه کرد جای، درفش کیانش به سر بر به پای. من نمیدونم چرا حس میکنم این اشتباه چاپیه، باید به سر بر باشه. حالا اگر اونجوری نباشه شاید هست که درفش کیانیش بر سر به پای. آها کیانیش هست، نه اونجوری نمیشه، این همین درسته، معذرت میخوام، من این کیانش خوندم، به خاطر همین جور در نمیومد، من بد خوندم، عذرخواهی میکنم. جهاندار در قلبگه کرد جای، درفش کیانیش بر سر به پای. سکندر که تیغ جهان سوز داشت، چنان تیغی از بهر آن روز داشت، برانگیخت رزمی چو بارنده میغ، تگرگش ز پیکان و باران ز تیغ، جناح سپه را به گردون کشید، سم بارگی بر سر خون کشید، بارگی یعنی اسب، گرانمایگان را بدان سان که خواست، بفرمود رفتن سوی دست راست، گروهی که پرتابیان ساختشان، و یعنی اونایی که پرتابی، یعنی کسی که دلش محکم نیست با شما، با فرد، یعنی کسانی رو که دو دل احساس میکرد، اونایی که فکر میکرد اینا جنگجویان واقعی نیستن. گروهی که پرتابیان ساختشان، چپنداز شد بر چپندازشان. چپنداز شد یعنی مکار شد، مکار شد، حیله کرد، و اون گروهی رو که خیلی بهشون اعتماد نداشت و فکر میکرد ممکنه خوب نجنگن یا با ایرانیان تبانی کنن، اونها رو فرستاد سمت چپ. این در مورد چپنداز به معنی مکار و حیله‌گر، لغتنامه های قدیمی چیزی ندارن. قدیمی ترین لغتنامه که این رو به این معنی گفته آنندراج هست، که خب فکر نمی کنم از آنندراج الان
150 سال گذشته باشه از تعلیفش. حالا باید درست نگاه کنم ببینم کی تعلیف شده آن اندراج، در هند هم تعلیف شده. و خلاصه منظورم یه قدیمی ترین چیزی هست، فرهنگی هست که چپنداز رو به معنی مکار معنی کرده. و مثال هایی هم که آورده باز مثال های جدیدیه. یکی از حاذق گیلانی مثال آورده، یکی از زلالی مثال آورده که باز اینها هم شاعران متقدمی نیستن. مثلا گفته راست میگویم این شکایت نیست، نظر ما، نظر او به ما چپنداز است، یعنی حیله‌گران است، و عیاری چپنداز جهان، یعنی غریزه‌رنگی، به مکاری بلای خانمان. این هم از آقای زلالی گفت، ولی خیلی معنیش خوب جور در میاد. یعنی ما تو فرهنگای قدیمی نداریم متاسفانه همچی چیزی که خیلی بتونیم باور کنیم این رو، ولی خیلی خوب جور در میاد تو این بیت. نگاه کنیم، میگه گروهی که پرتابیان ساختن چپنداز شد، یعنی یه فریبی، هیلهی در کار کرد، بر چپ انداخت شد، اونا رو فرستاد سمت چپ لشکر. همان استواران درگاه را کزیشان بودی ایمنی، شاه را به قلوندرون داشت، با خیشتن چو پولاد کوهی شد آن پیلتن، برآمد ز قلب دلشکر خروش، رسید آسمان را قیامت به گوش، تبیره بغرید چون تند شیر، در آمد به رقص اژدهای دلیر، اژدها یعنی شمشیر، ز شوریدن ناله کرنای، بر افتاد تب لرزه بر دست و پای، ز فریاد رویین خم از پشت پیل، نفیر نهنگان برآمد ز نیل. اینجا نیل واقعا به معنی رودخانه جاری در افریقا نیست، اینجا منظور از نیل یعنی رودخانه های دوردست. نفیر نهنگان برآمد ز نیل یعنی از رودخانه های دوردست صدای نهنگ ها از ترس و دهشت به هوا رفته بود، ز فریاد رویین خم از پشت پیل، آنچنان صدای لشکر بلند بود که نهنگ ها در رودخانه ها می شنیدن. ز بس بانگ شیپور زهر شکاف، بدرید زهره بپیچید ناف، بدرید زهره ببخشید بپیچید ناف، ز غریدن کوس خالی دماغ، زمین لرزه افتاد در کوه و راغ، در آمد ز بحران سر بیدبرگ، گشاده بر او روزن در و ترگ. بحران اینجا احتمالاً به معنی بیماری و هیاهو هست. من دیدم که آقای بیات زنجانی اینجوری معنی کرده و واقعاً هم هیچ معنی بهتری به ذهن من نمیرسه، ضمن این که خیلی همچی فصیح هم نیست، ولی واقعاً معنی که ایشون کردن آقای دکتر زنجانی به نظرم معنی خوبی است. میگه در آمد، یعنی من معنی بهتری پیدا نمیکنه ذهنم، در آمد ز بحران سر بیدبرگ، یعنی سر بیدبرگ از سردرد، از ناراحتی، از بیماری و خمودگی در اومد. و بیدبرگ هم یک نوع تیره، یه نوع تیریه که سرش مثل برگ بید پهن شده و نفوذ پذیر شده توی مثلا سپر، توی زره. در آمد ز بحران سر بیدبرگ، گشاده بر او روزن در و ترگ، یعنی میتونست از همه صدها و موانع عبور کنه، ز بس تیرباران که آمد به جوش، فکند ابر بارانی خود ز دوش. این اولین باری هست که من لغت بارانی رو به این معنی که ما امروز به کار میبریم دارم میبینم در ادبیات. قبل از این بیت من ندیدم دیدم ما امروز میگیم مثلا یه بارونی پوشیدم رفتم بیرون. و خب همه من میفهمیم لغت خوبیه، لغت دلنشینیه، شاید هیچ واژه دیگه نتونیم جاش بذاریم، واقعا خیلی لغت خوبیه برای این نوع لباس، لباسی که ما هم نه خیلی سرده نه خیلی گرمه و خیلی مناسبه برای بارون. ولی واقعا آدم به نظرش میسید این لغت جدیدیه،
یعنی از برساخت‌های دنیای مدرن بیشتر تا لغت کهن. اتفاقا من هم که خوندم یک ساعت قبل از این به همین کلمه رسیدم که اون موقع اونا بارونی داشتن. البته دو سه تا کلمه دیگه هم هست که در آینده خواهیم دید. الان چند تا بیت بریم پایین تر که اینه کلمات جدیدی که الان ما به کار میبریم ولی ظاهرا اون موقع به کار میبردن. حالا میدونه این همین فکری هست که دقیقا من میکنم همین فرمایش شما رو. و در ضمن باز اینجوری فکر میکنم که نکنه ما به دلیلی که این لغت خیلی به گوشمون آشنا هست این معنی رو میذاریم روش و جستجو نمیکنیم که آیا واقعا معنی دیگری داره یا نه، چون خیلی هم جور در میاد با معنی، خب به راحتی میپذیریمش. بله یکم عجیبه. حالا یه چیزی دیگه هم که توی کار ما هم خیلی زیاده صنعتکارا، مثلا اینی که طرف که ماشین رو میخواد رنگ بزنه زیرسازی میکنه اول، یعنی آهنش رو میسابه، بتونه میزنه، سماده میکنه، این همین کلمه زیرسازی رو و بعد رنگ فیلی میزنه و بعد رنگ اصلی رو میزنه، یعنی اول آستر رو میزنه بعد رنگ اصلی رو میزنه. ما تو کار خوب این کارا رو انجام میدیم. همینو تو شرفنامه عرضم به حضورتون که نظامی میگه، یعنی این کلمه مال اون موقع است که زیرسازی کرد، میگه شرفنامه زیرسازیه و اقبالنامه روشه، رنگ روشه، این دوتا مکمل همدیگه هستن. بله نکته خوبی میگین. ببینن ما متاسفانه ادبیاتمون وقف حرف نشد، یعنی ما یه دستور غذایی رو تو ادبیاتمون نداریم. البته حالا یه قصیده هست به نام تتماجیه که من این قصیده رو اتفاقا یه شرحی هم برش نوشتم و توی وبلاگم هست که میتونن دوستان اگه خواستن بخونن، که دستور غذای تتماج هست. ولی خب یه جزء مثلا استثناءات هست، یا یه قصیده هست مال آقای رودکی که در مورد طرز تهیه شرابه، که خب قصیده ای که خب به لطف تاریخ سیستان باقی مونده و ما میتونیم قصیده رو ببینیم. اینم با مثلا اینا جزء استثناءات واقعا. ما نپرداختیم به حرف، مشاغل، این اصطلاحات، اینها. ادبیات ما اصلا به کلی از این دنیا دور بوده و بیشتر مأنوس بوده با دربارها، بیشتر مأنوس بوده با مسائل جنگ، با مسائل کشورداری، دیوان سالاری، دادگری و عدالت، و یا اگر می اومده تو زندگی شخصی بیشتر وقف عشق و عاشقی و ازدواج و مسائل خیلی عاطفی مثل مرگ عزیزان و این چیزا می شده و کمتر ادبیات ما صرف امور روزمره زندگی مردم هست. اتفاقا نظامی به دلیل این که خیلی وابستگی به دربارها نداشته، درسته که کتابا رو آخر دفعه میخواسته هدیه کنه به یکی، یه دوزارم در بیاره، یه رفاهی هم برای خودش ایجاد بکنه، ولی واقعا واقعیتش این که اینا رو وقتی داشته میساخته، اینا رو مینوشته، اصلا خودش نمیدونسته به چه درباری میخواد اینا رو هدیه بده، به کی بده. بخاطر همین هم هی شاه عوض میشدن. منطقی هم که زندگی میکرده شاه زیاد بوده، شاه مراغه بوده، شاه نمیدونم اران بوده، شاه عطاوه که نمیدونم ایلگز بوده، عطاوه که نمیدونم اون یکی بوده، خیلی از این شاه های کوچولو موچولو زیاد بودن اون دور. و هر کدوم از اینا میشده بالاخره این کتاب رو تنظیم میکرده میداده به اینا. یعنی واقعیتش این که خیلی از اول پلن نداشته که برای یه درباری به سرایه یا برای یک مرکز قدرتی. به خاطر همین خب یه مقداری نظامی وارد واقعا زندگی شده، راحت تر از دیگران وارد زندگی شده و اتفاقا خودش هم اینه میگه، میگه من استاد من میگه فردوسی است و فردوسی با لنز خودش با دوربین خودش داره به دنیا نگاه میکنه، من با لنز خودم نگاه میکنم. این تعبیر رو من دارم میگم از قول او، نقل به معنی میکنم. و لنز من لنز در واقع درون خونه ها و زندگی ها و کوچه ها و این هاست. و از این نظر جالبه که حالا به قول جناب ریاضی وارد مثلا صنعتگری هم میشه، وارد مثلا نوع لباس ها میشه، اینها یه سودمندی های از این نظر شعرش هم برای ما داره.
میگه ز بس تیرباران که آمد به جوش، فکند ابر بارانی خود ز دوش. گران تیرباران کنون آمدی، به جای نم از ابر خون آمدی. خب حالا این رو میتونیم به معنی بارانی یا لباس بارانی هم نگیریم، بارانی رو بگیریم به معنی بارانی بودن، یعنی یش رو بگیریم یه مصدری، بگیم فکند ابر بارانی بودن خود را از دوش، یعنی دیگه بارانی نبود. ببینه میگه که زبست تیرباران که آمد به جوش، عباس تیربارید، ابر نگاه کرد بی صحنه، گفت ای بابا این بارون اینه، اونی که من دارم که بارون نیست. پس این بارانی بودن خودش رو، یعنی وظیفه بارانی بودن خودش رو از دوش خودش انداخت و دیگه قرار بود که دیگه بارانی نباشه. میدونه یعنی دیگه بارانی رو به معنی لباس بارانی که ما امروز به کار میبریم نگیریم، خودمون رو راحت کنیم از اینکه وارد این دغدغه این که چقدر مثلا شعر مدرن رو بخوایم با دنیای مدرن مچ کنیم و سازگار. ببخشید آقای راد، خواهش می‌کنم. من فکر کنم این معنی که الان گفتی برای بارانی بیشتر به اصطلاح نظر کنیم باشید، بخاطر اینکه اگر ابر باران بباره که خودش بارونی نمی‌پوشه، که کسی که زیر ابر هست بارونی نمی‌پوشه، یعنی ابر که بارانی به تن نمی‌کنه اگه در مقام تمثیل دارم میگه، ولی اب بارانی بودن خودش رو از دوشش گذاشتن، اون مسئولیت بارانی بودن رو. خب اونایی که بارانی رو از جمله آقای برات زنجانی به معنی لباس بارونی گرفتن، دکتر زنجانی تو توضیحات همین متنی که در اختیارتون هست میتونن ببینن، اینا اینجوری معنی کردن، اینجوری فهمیدن بیت رو که اینقدر تیرباران اتفاق افتاد که ابر که خودش منشأ بارانه نگاه کرد تو آسمون دید داره بارون میباره، متوهم شد بارونیشو پوشید، چون ابر به اصطلاح نه در اثر این که به اصطلاح خودش باران بارید بارونیشو پوشید، نه، چون که تیرها رو در آسمان دید فکر داره بارون میباره و بارون اینه و دنچه بارونی خودش رو انداخت رو دوشش رو مثلا اومد بیرون. خب اینجا که میگه فکند، یعنی بارونی رو از دوش خودش انداخت پایین، اینجا که نمیگه پوشید بارونی، میگه فکند از اب بارونی خود زدوش. خب فکر کنم من اینا اینجوری میفهمم که یعنی فکند بر قامت خود، فکند بر تن خود. میدونه من اصلا اصراری ندارم، من خودم هم اون معنی خودم رو بهتر میدونم، ولی میخوام وفادار باشم به توضیح اون متن که بگم اونا چی گفتن. میدونن در واقع اون مثلا ببخشید واسه پولش میدم، اگه اونطور میخواستی که بهتر مثلا میگفت فکن ابر بارانی خود بدوش نه زدوش. متوجه هستم. بله متوجه هستم، قبول. خب گران تیرباران کنون آمدی، به جای نم از ابر خون آمدی. خروشیدن کوس رویینه کاس، نیوشنده را داد بر جان هراس. کوس رویینه کاس، به خاطر ببینن دور این طبل ها یک نوار فلزی بوده که در واقع نمیذاشته که طبل از هم بدره، از هم باز بشه، اون رو گرفته کاسه طبل و گفته اون رویینه هست، پس میشه تبلی با کاسه روین. نیوشنده را داد بر جان هراس، هر کس گوش میداد از این خروش این تبل ها میترسید. جلاجل زنان از نواهای زنگ، برآورد خون از دل خار سنگ. خب جلاجل هم یعنی صدای جرنگ جرنگ، صدای مخصوصا مثلا صدای جرنگ جرنگ ذرات فلز که رو هم هستن، مثل زره، یا مثل این دور دیدین دایره زنگی، دیدین یه سری حلقه های فلزی هست، این صدای خاصی که دایره زنگی میزنه اسمش هست جلاجل. میگه جلاجل زنان از نواهای زنگ، برآورد خون از دل خار سنگ. به جنبش در آمد دو دریای خون، شد از موج آتش زمین لاله گون. ببخشید کسی چیزی گفت؟
عذرخواهی میکنم، من یه صدای خیلی ضعیفی میشنوم که یه نفر صحبت میکنه ولی متوجه نمیشم چی میگه. فکر نمیکنم همه میکروفونا بسته است. بسته است. خب پس من یه صدای تو گوشمه، شاید به خاطر که موقع آنتراکته. پنج دقیقه مونده تو آنتراکت. پنج دقیقه مونده. خب ادامه میدم. پنج دقیقه دیگه حالا میریم جلو. بگه به جنبش در آمد دو دریای خون، شد از موج آتش زمین لالگون، زمین کو بساطی شد آراسته، غباری شد از جای برخاسته، به ابرو در آمد کمان را شکنج، شتابان شده تیر چون مار گنج. مار گنج هم یعنی اون ماری که همیشه بر سر گنج می نشینه، و خب ماری که بر سر گنجه خیلی به اصطلاح آرامه، نشسته سر گنج و تکون نمیخوره، ولی وقتی که یک کاشف گنجی میره و بیل برمیداره و شروع میکنه زمین رو کندن و کندن و کندن، یه دفعه اون مار متوحش میشه و حرکت میکنه. میگه به ابرو در آمد کمان را شکنج، یعنی کمانها شروع کردن به پیچ و قوس پیدا کردن و آماده شلیک شدن، شتابان شده تیر چون مار گنج، و تیرها مثل ماری که داره میترسه و فرار میکنه دارن از کمانها رها میشن. ستیزنده از تیغ سیماب ریز، چو سیماب کرده گریزا گریز، ز پولاد پیکان ز پولاد پیکان پیکر شکن، تن کوه لرزید بر خیشتن، ز نوک سنان چرخ دولاب رنگ، ز پرگار گردش فرو ماند لنگ. فرو ماند لنگ یعنی خسته شد، لنگ زد و دیگه نمیتونست به چرخه. پرگار گردش یعنی اون دوران گردش، و دولاب رنگ یعنی گردنده. رنگ بعضی موقع یعنی به صفته، به گونهه. چه رنگی یعنی چه جوری، چه صفتی. میگه ز نوک سنان چرخ دولاب رنگ یعنی چرخ گردنده، ز پرگار گردش فرو ماند لنگ، ز بس زخم کوپال خاراستیز، زمین را شده استخوان ریز ریز، ز بس بر دهن ناچخ انداختن، نفس را نه راه برون تاختن. نفس ها در سینه ها حبس شده بود و ناچخ یعنی اون نوع به اصطلاح حالا نیزه، یا بعضی ها گفتن تبر شکلی بوده، ناچخ هرچی که بوده یه سلاحی بوده که اینجوری بر دهانها کوفته می شد که نفس راه بیرون رفتن دیگه نداشت، و سنان در سنان رسته چون نوک خار، سپر بر سپر بسته چون لالزار، گریزندگان را در آن رست خیز، نه روی رهایی نه راه گریز، سواران همه تیر پرداخته، گهی تیر و گه ترکش انداخته، در آن مسلخ آدمی زادگان، زمین گشته کوه از بس افتادگان، به جان برد خود هر کسی گشته شاد، کس از کشتن کس نیاورد یاد. اوضاع جوری شده بود که هر کی جونشو ور می‌داشت و دیگه در می‌رفت و کسی دیگه نمی‌جنگید و دیگه کسی نمی‌خواست کسی رو بکشه، فقط جون خودش نجات بده. به جان برده خود هر کسی گشت شاد، کس از کشتن کس نیاورد یاد، ندارد کسی سوگ در حربگاه، نه کس بر قضاگند پوشد، جز قضاگند پوشد سیاه. این میخواد برسه به یه ضرب المثل یا نکته بسیار جالبی که حالا بعد از بریک راجبش حرف میزنیم، ولی اجالتاً اینو بگم که میگه ندارد کسی سوگ در حربگاه، تو جنگ کسی عزاداری نمی کن، و نه کس جز قضاکند پوشد سیاه. و قضاکند یه لباس نظامی هست، یه پوشش نظامی هست که از زره به سایه نو زره ابریشمی است، و خب رنگش هم تیره بوده. میگه که سیاه پوشیدن توی جنگ رسم نیست، سیاه پوشیدن نیست به معنی عزاداری، مگر اینکه شما قضاکند بپوشی و سیاهت در واقع بازم به خاطر جنگه. حالا میخواد از این نکته یه نتیجه به اصطلاح اخلاقی بگیره که
جالب هست که اگر اجازه بدین بعد از بریک راجبش گفتم.